دیگری هم در 6 مرداد 22 روز قبل از کودتای ننگین و در رابطه با انجام رفراندوم که کاشانی با او مخالف بوده و در اعلامیه‌اش به کلیه مأمورین دولت اخطار کرده که هر گونه همکاری با دکتر مصدق در انجام رفراندوم خلاف قانون بوده و به عنوان شریک جرم از تعقیب مسئول نخواهند. بعد ایشون شرکت کنندگان در رفراندوم رو یک عده اوباش و رجاله و چاقوکش معرفی کرده که در پناه تانک و عرابه های جنگی رای می دهند. و بعد هم خواسته که از مردم در این رفراندوم شرکت نکنند. بعد کاشانی اعلام کرده که 28 ماه هست دکتر مصدق با هول جنجال و عوام فریدی مردم را مشغول کرده و برای اینکه به حساب اون نرسند هر روز بهانه می گیرد. بر حالی که وعده داده بود ظرف 1 هفته کار نفت را تمام کند، بیش از 2 سال است که اندر خم 1 کوچه است. بعد میگه من آنچه فریضه دینی و وطنی بود با شما در میان نهادم، حالا خود میدانید، اگر توجه نکنید نادم میشوید، در حالی که ندامت سودی ندارد. حالا غیر از این نمونه های اطلاعی ها و اعلامیه های بر علیه مصدق از طرف نیمه دیگر کودتای ننگین و خائنانه 28 مرداد، کاشانی چند روز پس از این روز شوم گفتگویی داره با مخبر روزنامه المهدی که این مخبر از سید ابوالقاسم کاشانی میپرسه آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد؟ کاشانی پاسخ میده که آری برای برقراری جمهوریت می کوشید. مصدق 4 ماه قبل، منظورش روز 9 اسفند، روزی که هندرسون سفیر آمریکا با کاشانی و بهبهانی و دیگر خیانتکاران مثل مظفر بقایی و غیره طرح به قتل رسیدن و کشته شدن مصدق به دست اوباش و اراذل رو کشیده بودند، البته حتما با سواب دید دولت فخیمه انگلیس. کاشانی ادامه میده میخواست که شاه را از ایران اخراج نماید، ولی من نامه‌ای به شاه نوشته از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید و شاه هم موقتا از فکر مسافرت منصرف شد. 1 هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید، اما شاه با عزت و محبوبیت روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست. و چه واقعیتی رو گفته؟ یعنی یا ولایت مطلقه شاه یا ولایت مطلقه فقیه یا وقیه. کاشانی در ادامه مصاحبه با مخبر روزنامه المهدی ابراز داشت که مصدق با عدم اطاعت اوامر شاه قانون اساسی را عملاً پایمال ساخته و طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهان خیانت کند مرگ است. ننگتان باد. من همینطور که می‌فرمایید این جریان به طور کلی خود کاشانی در حقیقت درست تضادهایی با مسئله با بورژوازی با ایتالو بورژوازی داشته، تضادهایی حتی با بهبهانی داشته، بهبهانی که پشتیبانی کرد از کودتا، اساسا دلارهای بهبهانی معروف دیگه اساسا، ولی این مدارکی که در حقیقت الان دیگه ترخیص شده و هست و در دست هست نشان میده که اساسا پولایی که پخش میشده از طرف انگلیس و آمریکا آمده بوده از طریق بهبهانی به اصطلاح کاشانی هم میرسیده و اساسا به طور کلی به همکاری دربار از طرف این عناصر کاملا مشهود هست و به طور کلی صحبتی هم که کاشانی کرده فرمودید اطلاعیه‌شو خوندید، این صحبت دربار پهلوی هست اون زمان که مصدق از درز 1 هفته هم نمیتونست گفته بوده که من تموم میکنم، درصد که این بحث نبوده که بحث کلی این است که یک حرکت عظیمی هست، یه تحول بزرگی هست، یه پشتبندی هست از جنبش مشروطه به طور کلی و اساساً این مسئله
دیگه این یه هفته دو هفته نداره که حل میکنم. بله. بحران ایجاد شده دیگه و اساسا اینا کوچک کردن مطلب هست و به اصطلاح خرد کردن فرد هست که این کار میکنم اون کار نمیکنم. درست نیست که درست سر کوچه آب بخره. بله. نمیدونم آب گوش بخره چی بخره. خودش بسیار شوخیه که یادم یه همچین خیالی بکنه و فکر کنه با دو هفته میشه مسئله یه جایی را حل کرد. بله این نشان دقیقاً بی‌خردی و نحیفی و کم دانشی آدمه و نشان همونطور بازاری نگاه کردن به موضوع. بله و بالاخره که برای چندمین مرتبه فتوای مرگ مصدق دادن. بله این در حقیقت البته ما مدارک آنچنانی نیست که آدم مهمی هم نبوده به اون معنا که بخواد فتوا پیدا کنن بیان این کار انجام بدن. بله. چون که میدونید یک کرمت روزویلت در ایران خودش تو زیر زمین وزارت سفارت آمریکا کار میکرده که کودتا را بندازه و قبلش هم البته در سنگفرس دبرس بوده اونجا و صحبت سر این مسائل هست که ما چجوری بتونیم امضای شاه رو بگیریم و غیره و غیره. مثلا امضای شاه مطرح بوده که گویا به نظرم اینطور میرسه و اینطور بیشتر افراد میگن متخصصین که ویلبر گویا این رو جعل کرده و اساسا داده رفته یا خود شاه هم امضا ممکن کرده باشه. یعنی قضا هم ترسی بوده که حتی امضا هم شاید نکرده باشه. این نیست که اونو مبرا کنیم. آدم پس فطرتی. بله. اون ضد وطنیه ها، نکتر خارجیه، ولی بس این نیست. بس این است که این احتمالات هم هست. خدمتتون که عرض بکنم به این ترتیب اگر نگاه بکنیم این خود فضل الله زاهدی سرلشکر سرکر بازشت فضل الله زاهدی هم حتی نمیتونه یک همچین به اصطلاح اطلاعیه به عنوان فتوا بده. گفتن که این آدم به اصطلاح امام به سر این کار انجام بده و اینم انجام داده. این نیست که خودش این کار کرده. بله. اینا توانی دربار هست اساسا و در حقیقت نمیتونه باید در رابطه با سفارت انگلیس آمریکا نباشه. دقیقاً. بله. و بعدم عکس انداختنش با زاهدی در روز بعد کودتا و پولای بهبهانی که دلارای بهبهانی دلارای کاشانی هم در کنارش بود. بله درسته. البته خب این مهم است که ایشون خودش هیچ وقت حاضر نمیشه در هیچ جایی، همیشه با واسطه پول میگرفته. بله. و توسط پسران متعددی که داشته. بله. روتون که عرض کنم در خدمتون هستم اگر مطلب دیگه تمنا میکنم. جناب بینام میخواستم در این مورد اگر لطف کنید پاسخ بفرمایید. یه پرسشی یکی از عزیزان کرده که چرا مصدق سفارت انگلیس رو نبست، خانه فساد رو. در این مورد میخواستم اگه لطف کنید توضیح بفرمایید. روتون که عرض کنم ما همطور که میدونیم تاریخ ها رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که به اصطلاح باستاب ملی کردن نفت در ایران رو میتونیم با اینکه چگونه پالایشگاه آبادان تخلیه میشه و دو تا کشتی جنگی با یک کشتی دیگری میاد که کارکنان رو ببره و غیره و غیره انجام میشه و تهدید، حتی انجام تهدیدی علیه ایران که پالایشگاه رو به خاک یکسان میکنیم و غیره انجام میشه. حتی تازگی ها این مسئله ای که برنامه ریزی شده بوده که پالایشگاه رو بزنن و داغون بکنند هم از طرف انگلیس ایجاد شده بوده. اینا رو هم در نظر میگیریم ببینیم که چجوری توسعه پیدا میکنه. بعد این میشن یا ماموریت های مشخصی برای این که بررسی کنند، مثل میشن استوکس اومده بوده از انگلستان، میشن های دیگه در حقیقت اومده بوده که ببینن چه بازتابی، چه به اصطلاح چه جوابی، جوابگویی به مسئله پاسخگویی مسئله ملی انجام بشن. به چگونه میشود که موقعیت ها رو با هم به اصطلاح فرموله کرد که برخوردی بشه به این مسئله بستان ملی کردن انجام که انجام شده است بشود که در حقیقت اون رو کلم یکنش بکنن انگلیس ها با امریکا یا هر جا. اینا همین توی بسیار فرایند مطلب بوده است که البته به جایی هم میرسه که سفارت انگلیس رو با توجه تجربه هایی که مصدق پیدا میکنه سفارت انگلیس رو هم میبنده. سفارت انگلیس رو موقعی میبنده که جاش هست به عنوان یه آدمی که دیپلمات، مصدق مثل یه آدم دیپلماته جهانی فکر میکنه
که ما باید نتایج رو ببینیم بعداً بر اساس این نتایج حرکتمون ادامه بدیم. باید هشدارامون رو بدیم به اینا بعداً این کارا رو انجام بدیم. نه که یه مرتبه ببینیم همینطوری میزنیم به آب و فلان جای خدا خوند. بله گروگانگیری می‌کنیم و نکبتی و خرابی ایجاد می‌کنیم. سفارت انگلیس بس به جای خودش به موقع خودش نمیتونه اولا خیلی مشکل بود دیگه این زمان ما بعد از اینکه اتفاق افتاده داریم صحبت میکنیم نمیتونه سفارت آمریکا رو ببنده به خاطر که با آمریکا داشت مذاکره میکرد و ضمناً حتی همین مذاکره کردناش که نمیتونست مذاکره هم نکنه آخه چه باید کرد اینا این یک جایست که در تنگنای تاریخ هست که ما بعد که گذشته میگیم چه اگه اون کاری کرده بود این دلیل هست که اگر رو نمیتونه بله. امیدوارم این به اصطلاح پاسخ بتونه جوابگوی به سوال دوست گرامی باشه. بله در واقع پس میتونیم اینو اینطوری بگیم که سفارت انگلیس رو بستند از طریق قانونی نه چون دیگران مثل خمینی و رژیم ولی فقیه از دیوار بالا رفتن و هیاهو کردن و هو جنجال کردن و ملتی رو به اسارت دادن و فجایعی رو که تا امروز بر سر این مردم آوردن. تفاوتش هم اینه. بله ضمن این که نادرست هم هست میگه من نفتمو ملی کردم کاری به سفارت تو ندارم که این چه ربطی داره. این ربط رو موقعی آدم میفهمه که میبینه ربطش خودشون بهش میدن. دقیقاً. یعنی چارچوب رو آماده میکنه در این کار که از آن عمومی علکی نباشه که ما هم میزنیم غیرقانونی میزنیم. نه قسمتی از به اصطلاح پروتکل جهانی هستیم که سفارت جایی رو نمیبندیم. اگر که ببینیم خودشون مشخص بکنند ثابت شده باشه که خلاف به اصطلاح وضعیت این مملکت و نه به صورت عمومی هم تو ذهن به صورت کار خاص هست وقت میبندیم. اون هم از طریق قانونی باز نه توسط یه عده آدم های نشروش بریزیم اونجا دقیقا بعدم بشه یک دکونی برای قدرت طلبان و سوء استفاده کننده برای رسیدن به قدرت درسته. و به پایان یادی هم کنیم از سرگرد سخایی شهید به این شهربانی کرمان که به دست عوامل و اوباشان مظفر بقایی در این روز تکه تکه شد. سپاسگزارم. اجازه دارم بخونم؟ لطف بفرمایید. شعر پایانی زنیات شاملو رو به خاطر 13 سال سکوتش. بله. شعرش به نام اتفاق که این در حقیقت بی مناسبت در رابطه با رابطه شاه مصدق هم نیست. بله. مردی ز باد حادثه بنشست. مردی چو برق حادثه برخاست. آن ننگ را گزید و سپر ساخت و این نام را بدون سپر خواست. ابری رسید پیچان پیچان چون خنگ یالش آتش برداشت. برقی جهید و موکب باران از دشت تشنه تازان بگذشت. آن پوک تپه نالان آن لرزید و پا گشاد و فرو ریخت. آن شوخ بوته پرتپش از شوق پیچید و با بهار در آمیخت. ترچین یاوه مانده شکوفید آن تبل پرغریو فرو کاست. مردی ز باد حادثه بنشست. مردی چو برق حادثه برخاست. روزتون بخیر. درود بر شما و امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشید تا دفعات بعدی که اگر فرصتی باشه و یا عمری باقی باشه در خدمت. حتما خواهد بود. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. بدرود به شما و شنوندگان گرامی شما در ایران و دیگر نقاط جهان. اوقاتتان خوش. روز خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا درباره 60 سالگرد کودتای خائنانه انگلیسی آمریکایی، شاه و دربار، علمای فاسد، کاشانی و بهبهانی
و مزدورانی همچون مظفر بقایی و اوباش. نگاهی اجمالی به پیشینه ملی کردن صنعت نفت در زمان مصدق، زنجیره کودتاها و پیامدهای آن، از کودتای محمد علی شاه تا کودتای انگلیسی رضاخان سدزیا، قرارداد ننگین 1919 یا 1298 وثوق الدوله، به تخت نشاندن رضاخان توسط انگلیس و امضای قرارداد نفت 1312 یا 1933، نقش امپراتوری انگلیس و روسیه تزاری پیش از جنگ جهانی دوم، اشغال ایران توسط نیروهای نظامی انگلیس، شوروی، آمریکا، ایران، پل پیروزی، تمام شدن تاریخ مصرف رضا شاه و جابجایی او با فرزندش محمد رضا، پسامدهای جنگ جهانی دوم، اقتصاد جنگ زده، قحطی و نابسامانی در ایران، پیدایش مفری برای تنفس سیاسی، گرد همایی، اندیشه گرایی و آزادی و همچنین تقویه استعمار و استبداد، انتصاب جناب اشرف قوام السلطنه به نخست وزیری و انتخاب دو وزیر از حزب توده در کابینه، مسئله نفت شمال یعنی دادن امتیاز نفت برای استخراج از 5 استان شمالی به شوروی، موازنه مثبت در مقابل موازنه منفی، مسئله نفت و چگونگی لایحه الحاقی گاز گلشاییان، مسحکه 50-50 و مسئله 50-50 و تاریخ آن، چرا آمریکا نیز خواهان سرنگونی دولت مصدق بود؟ آیا آمریکا مایل به حل معضل انگلیس بر علیه ایران بود؟ و چرا؟ ملی کردن نفت در مقابل نفت کنترل شده استعماری، سیستم جهانی پس از جنگ پاکس امریکانا و بند ناف سیاست خارجی آمریکا به کارتل‌های عظیم نفتی در سطح جهان، نفت علت اصلی کودتا و سرنگونی مصدق، آیا این کودتا اجتناب پذیر بود؟ جنگ سرد به عنوان کاتالیزور، حزب توده و جبهه ملی به عنوان دو ارگان نیرومند سیاسی، سربزنگاه‌های تاریخی و موضع‌گیری‌های سیاسی در مقابل به اصطلاح انقلاب سفید و مسئله رفرم ارضی یا در مورد 15 خرداد و انقلاب سال 57، نقش انسان شریفی چون بازرگان در رابطه با محللی برای رژیم ولایت فقیه، مصدق یک استثناء تاریخی و کمیاری و تنهایی او، دو سروده از شاملو. توجه می‌فرمودید این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.